با سلام خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیون یک، امید که صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشین. خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما قرار گرفتم. مجمع فوقلاده کمیته ملی المپیک با شمار زیاد از رؤسای فدراسیون های المپیکی به تاریخ 24 می حمایتشان را رسما از سرپرستی آقای محمود حنیف اعلان کردند. این مجموعه پیشتر با شمار زیاد از پیشکسوتان ورزش و کمیسیون هجدگانه مجددا مهر تایید بر سرپرستی آقای محمود حنیف گذاشتند و چند تصویری که در رابطه با حمایت امیر رؤسای فدراسیون ها است با هم میبینیم و در ادامه مهمانی که در برنامه با ما است آقای میرویس بهاوی معاون سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک در رابطه با این برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا را همایون عالمیان رئیس فدراسیون آرچری و تیرکمان افغانستان در جمع اسمبلی 24 می سال 2016 از جناب آقای محمود حنیف رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان حمایت میکنم. اینجا جناب عبدالکریم عزیزی رئیس فدراسیون المپیک از جنرال اسمبلی که در 24 می دایر شد از محمود حنیف زیرگاه از رئیس رئیس فدراسیون جیزای افغانستان من به نمایندگی از فدراسیون جیزای افغانستان حمایت خود از محمود حنیف در جنرال اسمبلی می 2016 تایید میکنه و تایید کرد. این جانب مروان مهین رئیس فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان در جنرال اسمبلی 24 می 2016 از جناب محمود حنیف حمایت کرد. جانان حسنی هستم، یک از پیشکسوتان ورزش افغانستان و دو دوره سکرتر جنرال انتخابی کمیته ملی المپیک در جنرال اسمبلی 24 می 2016 از جناب محمود حنیف حمایت کردم. خب دوستان، تصاویر را با هم دیدیم و حال مهمان من در استودیو آقای دکتر میرویس بهاوی سکرتر معاون سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک است. خوش آمدید دکتر صاحب. شکر. خب در نخست میخوایم شما یک تعریفی از جنرال اسمبلی داشته باشین، چگونه یک مجمع است و با چه تعداد عضو داره و صلاحیت کاریشان در چه حد است؟ مجمع عمومی یا جنرال اسمبلی یک المپیک در یک کشور عبارت از تعداد اعضای رای دهنده فدراسیون های فعال همو کشور می باشه. شما می فهمید در بازی های المپیک 2016 که به تعداد 28 رشته ورزشی، البته شاخه های کوچک بیشتر داشتن، اما 28 رشته بزرگ برگزار شد. در هر کشور فرق میکنه. مثلا افغانستان ما در به تعداد فدراسیونایی که از آدرس های ورزشی المپیک فعال داریم، هر عضو فعال یا هر رئیس فدراسیون میتونه یک عضو از جنرال اسمبلی باشه و در نهادهای به نام المپیک های کشورها جنرال اسمبلی یا مجمع بزرگترین با صلاحیت ترین و اولین مرجع و آخرین مرجع تصمیم گیرنده است. پس اینا انتخابی است یا انتصابی است؟ بدون شک انتخابی است. من براتون گفتم فدراسیونای المپیکی در کل کشورها باید انتخابی باشند. زمانی که فدراسیون ها از طرف خود فدراسیونشان از طریق مجمع عمومی فدراسیون ها انتخاب میشن، اینا اتومات عضو جنرال اسمبلی المپیک همو کشور هم میشن. و تعدادش تو مشخص است که چند نفر عضویت داشته باشه یا خیر؟ من براتون گفتم ممکن در بعضی کشورهای بسیار پیشرفته جهان کمتر از 28 باشه. یعنی در کل تعداد فدراسیون های المپیکی و تعداد فدراسیون های نیمه المپیکی و فدراسیون هایی که در خود کشور رشته های عنعنوی را به عهده می داشته باشند، مثلا فدراسیون بزکشی که یکی از رشته های عنعنوی و قبول شده ملی افغانستان است، عضو جنرال اسمبلی المپیک کشور ما بوده می تانه. خب از ما در حدود 31 نفر است. درست است. خب قسمی که به تصویر هم دیدم آقای بهاوی به تاریخ 24 می شمار زیاد از رؤسای فدراسیون های المپیکی و همین مجمع فوقلاده المپیک حمایتشان را از سرپرستی آقای حنیف اعلان کردند و چند روز پیش باز هم اینا مجددا همین حمایتشان را اعلان کردند. خب این به چی مناسن؟ آقای نوری، اصل مسئله خب برمیگرده به معضلای ورزش در افغانستان که شما در جریان هستین. آقای هاشمی جنرال صاحب اخبار و ده ها بزرگ دیگی که در ورزش معضلای خود داشتن، بالاخره جنرال اسمبلی و مجمع المپیک افغانستان، مجمع عمومی که رؤسای فدراسیون المپیکی و
قبول شده مجمع عمومی هستن، خودشان تصمیم گرفتن که بالاخره این دردسرها تا به کی. اینا تصمیم گرفتن بین خود جلسه برگزار کردن. در جلسه خود اینا به خاطر راه‌های بیرون رفت یا پیدا کردن راه‌های بیرون رفت، محمود حنیف که قبلا به سمت سکرتر جنرال المپیک بود، یعنی یک پوزیشن غیر چیز بود، جنرال اسمبلی غیر رای دهنده بود، این شخص به حیث سرپرست المپیک تعیین کردن و یک تعداد مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های مشخصی برش دادن، البته به گونه موقت، یعنی سرپرست ساختن تا زمان برگزاری انتخابات. همزمان با این جنرال اسمبلی از طریق خودشان به دو مرجعی که حق یا صلاحیت مداخله در مسائل ورزش افغانستان داشتن، که یکیش همان شورای المپیک آسیا و شورای المپیک جهانی است، اینا با اونا تماس گرفتن. مجموعه همزمان به دولت افغانستان رفتن که شما در جریان هستین، رئیس جمهور یک کمیسیون با صلاحیت را تعیین کردن که کمیسیون تحقیقات خود کرد، بالاخره گپای خود داشت. اما در نهایت قضیه تصامیم بزرگ ورزش المپیک یک کشور مجبور است که مجمع عمومیش بگیره، که مجمع عمومی خوشبختانه در 24 می 2016 امی سال جلسه خود برگزار کردند. در جلسه فوق‌العاده محمود حنیف به سرپرست خود تعیین کرد. خب شما از انتخابات گفتین آقای بهاوی، و همیشه در رابطه با انتخابات المپیک یک مقدار توضیح بدین که به چه سیستم برگزار میشه و آیا شورای المپیک آسیا نظارت داره یا خیر، و چه تعداد کسان میتونه رای بده، آیا فدراسیون المپیکی رای میده یا غیر المپیکی، و دولت چه نقش داره در انتخابات؟ به اساس اصلا انتخابات المپیک های هر کشور باید به اساس اساسنامه تایید شده و تصویب شده خود المپیک کشور برگزار شود. که این اساسنامه ابتدا باید توسط سازمان جهانی و آسیای المپیک باید تایید تصویب شود، جنرال اسمبلی خودش را جور کنه، پیشنهاد کنه برای تصویب و تایید. زمانی که تایید شد، به اساس از امو سکرتر جنرال و تیم کاری سکرتر جنرال مکلف به اجرایی شدن قوانین و فرامین اساسنامه می باشند. متاسفانه در افغانستان شما میفهمید پراکندگی ایجاد شد. در غیر از او فهیمه هاشمی برای 5 سال رئیس رئیس المپیک تعیین شده بود. مکلفیت ها، یکی از مکلفیت هایی که فهیم هاشمی داشت و جنرال اسمبلی در قبالش صلاحیت داشتی بود که هر سال از رئیس المپیک گزارش گیری کنن و رئیس المپیک هر سال گزارش دهی کنه، که بسیار روال به روال عادی دو سال می کارم یک سال کرد، که به سال دو متاسفانه زد و بنداز زیاد شد، تربیت بدنی مداخله کرد و بالاخره فهیم هاشمی مجبور شد در آخر امر به کنار بره و محمود حنیف به حیث سرپرست پیشنهاد کنه که جنرال اسمبلی خوشبختانه قبول کرد. حالا انتخابات ما به هر شکل هست، وقتی که معضلای ایجاد میشه از امو کورس یا دوره 5 ساله به هر دلیل انتخابات به تعویق میفته یا پیش میشه، جنرال اسمبلی صلاحیت داره یا مجمع عمومی با برگزاری جلسات فوق العاده تمام نهادهای زی دخل در این مسئله آگاه بسازه. باید یادآور شوم که کمیته المپیک جهانی، کمیته المپیک آسیایی و حکومت ها به هیچ عنوان حق و صلاحیت مداخله در کارهای المپیک ندارن، مگر اینکه معضله های ایجاد شود، دردسر های ایجاد شود که از هیتی مدیریت یا برتان بگویم از مدیریت مجمع عمومی اخراج شود. یعنی تشبثات سیاسی نظامی اگر صورت بگیره، مثل که در المپیک افغانستان صورت گرفت، شما میفهمید رؤسای فدراسیون نه تفنگ دارن، نه پلیس دارن، نه چوب دارن که کس را لتو کوب کنن، به اساس قانون دفاع میکنن تا زمانی که توانشان باشه، که بالاخره همین مجمع عمومی مجبور شدن به خاطر اعاده حیثیت و حق و جایگاه خودشان برن به دولت افغانستان و رجوع کنن به سازمان جهانی ما. خب در رابطه با می نحوه برگزاری خو گفتن و یکی چی کسا میتونه رای بده و آیا میشه در داخل برگزار میشه و در خارج کدام مقرره خاص داره یا اینکه نه؟ قطعا شما وقتی که میگین کمیته ملی المپیک افغانستان، به این معنا که به یک محدوده جغرافیایی که به نام افغانستان یاد میشه توسط سازمان ملل پذیرفته شده، وقتی که المپیک رئیس المپیک به نمو محدوده جغرافیایی تعیین میشه، پس انتخابات و تمام کارا از الف تا یای زو مختص و منحصر به مو جغرافیا میباشه. متاسفانه شما دیدین که بس سلسله کارهای در ترکمنستان صورت گرفت که خوشبختانه دولت افغانستان او را نپذیرفت و جنرال اسمبلی هم چون یک تعداد محدودش فرستاده شده بود توجه و او هم به شکل تعمیلی و یا جبری بود، پس که دوباره به افغانستان آمدن تصمیم خود اعلان کردن و از محمود حنیف حمایت کردن به سرپرست. خب قسمی که گفتن فعلا المپیک توسط سرپرست اداره میشه، درست است؟ بله. و به نظر شما آیا این ورزشکارا دچار مشکل نمیشه که اگر به می منوال یا انتخابات برگزار نشه، به می منوال پیش بره، المپیک توسط سرپرست به نظر شما بسیار چرا مشکل ما, 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 ما هیچ وقت نخواستیم که تشنج ایجاد شود در بین ورزش، دوگانگی و دوگونگی ایجاد شود.
اما شما میفهمید در مراحل بحرانی مجبور است مجموعه عمومی تصامیم را بگیره که ما از مراحل مقطعی از برهای مقطعی تاریخ زمان باید بگذریم. ما منتظر حکم سازمان های جهانی، ما در تماس هستیم، البته باید بگویم براتون خوشبختانه که تماس های ما با سازمان آسیایی و جهانی المپیک خیلی نزدیک شده و خیلی به نتیجه نزدیک رسیدیم. سازمان های جهانی ما به اساس هر دلیلی که تصمیم را گرفته بودند در قبال جنرال صاحب اخبر از ما تقاضا کردند تکرار که شما تا ختم بازی های المپیک، چون ما تعهد کردیم که تا بازی های ریو جنرال صاحب اخبر و رئیس المپیک شما معرفی شد، شما باید انتظار بکشین که ما هم شما میفهمین ما به هر شکل اگر بگوییم که ما منحصر و محدود به افغانستان هستیم، بالاخره ما نماینده جام جهانی یا عضو از جام جهانی هستیم، نماینده از المپیک جهان در اینجا هستیم، ما سلسله نزاکت ها را مراعات میکنیم و امیدوار هستم نه که انشالله به زودترین فرصت که بازی های ریو شما دیدین که دیروز تازه تمام شد بازی های پارا المپیک، هیئت رهبری المپیک جهانی و آسیایی که دوباره برمیگردن به خانه هایشان یک تفریح کوتاه مدت خواهد داشتن و باور دارم تا 15 آگوست سرنوشت ورزش افغانستان انشالله واضح میشه. خب قسمی که شما مشاهده هستین از دو سال به این سو مشکلات و چالش ها همیشه صد راه ورزش افغانستان بوده، آیا به نظر شما همین انتخاباتی که برگزار شده میتونه یک راهگشا باشه برای این ورزش؟ من فکر میکنم آقای نوری تاک بزرگای ورزش افغانستان و بزرگای حکومت افغانستان از خودگذری نشان نتن، نگذرن از اشتباهای من و تو، یک کم بزرگی از خود نشان نتن، به هیچ وجه مشکلای ما را هیچ کسی حل کرده نمیدانه. شما دیدین نمونه بارز و زندیش مسئله آمدن جان کری و تفاهم دو تا بزرگ دکتر صاحبای حکومت وحدت ملی. اگر در نهایت قضیه دکتر عبدالله کنار میرفت، حاشیه میراند و میگفت که من قبول ندارم انتخابات، پس چی میشد؟ نمیتونست جان کری با تفنگ و با 52 بالای ما تحمیل کنه. عین مسئله من باور دارم بزرگای ورزش افغانستان به شمول جنرال صاحب اخبر، سانوال صاحب کرام، محمود انیف خان و هاشمی صاحب همگی باید بپذیرن که با تشنج، با دردسر ایجاد کردن ورزش افغانستان و ورزشکار افغانستان تباه میشه و این تاریخ سیاه بخوایم نخواهیم به نام ما، به نام امی بزرگا مخصوصا ثبت میشه. بهترین راه، کوتاه‌ترین راه، خوبترین راهی است که به تصمیم جنرال اسمبلی یا مجموعه عمومی احترام گذاشته شد و جنرال صاحب اخبر و یک تعداد بزرگایی که بالاخره مجموعه عمومی تصمیم گرفته که نباید باشند در رأس ورزش کنار برن، یک کوتاه مدت فرصت بتن هر سال گزارش دهی جنرال اسمبلی را تعقیب کنن، اگر بر وفق مراد نبود کارها به طوری که باید شاید انجام نگرفت، دوباره جنرال اسمبلی حق داره که رد صلاحیت بکنه. خب به عنوان سوال آخر آقای باوی، به خاطر محدودیت وقت ناگزیر با شما خداحافظی کنیم و از نظر شما کسی که یک عمر در ورزش افغانستان بودین به خصوص تکواندو، فعلا ورزش افغانستان به کدام طرف داره میره؟ آیا به بیراهه نمیره؟ متاسفانه که ما در حال غرق ساختن و غرق شدن ورزش هستیم، یعنی کسایی که ما خود را گردانندگان برنامه‌های ورزشی در افغانستان، فدراسیون‌های ورزشی میگیم، ما هم در حال غرق شدن هستیم و کشتی یا ورزشکارای بیچاره افغانستان هم در حال غرق کردن هستیم که به هر دو صورتش ما مکلف، مقصر و متهم هستیم. تا زمانی که بزرگای ورزش و کسایی که خود را مدیر و رهبر ورزش دهی وطن قلمداد میکنن، تا ما نپذیریم که اشتباه کردیم، بیایم که تکرار نکنیم اشتباه را، متاسفانه ورزش هیچ امید به بهتر شدن ورزش نیست. تشکر از شما دکتر میرویس بهاوی، معاون سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک. تشکر دوستان از این که تا این دم با ما بودید. این بود برنامه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. حال یک وقفه و در ادامه با همکارانم باشید.